مواد مورد نیازمون فقط همینا. خیلی ساده است، باورم نمیشه که این قراره کار کنه. اوه 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 چه شلوغم بالا. در این اپیزود قرار طبق اسراری که در این دفترچه نوشته شده، فیزیکس، ساینس، این این آهنربا چجوری؟ آهنربا جذبی داره، زمین اونی میچشه. ساده ترین فارم رید ماینکرافت رو درست کنم. قبل از هر چیز هاشینا پشت صحنه یک مقداری حرکات جزئی انجام داد. اندکی، یه مقدار خیلی کم و جزئی ترید کردم، خیلی کم، اصلا minuscule amounts of trading. And as always, you can call me. تمام اسکو. اینجا سلاطین رو تکثیر کردم، تعداد فیشرمن هامون رو بسیار بسیار زیاد کردم، بدین صورت ویلیجرای جدید سویپینگ ایج تکثیر کردم و الان توی اینونتوریم هست. قراره به همراه یک لوتینگ بزنیم روی دایموند سوردمون، چون تو فارممون نیاز داریم بهش. My name is Will and Will. باز هم میخوام احترام رو حفظ کنم. 7 تا XP شارپنس 5 مندینگ لوتینگ سویپینگ ایج سویپینگ ایج شکاری. مواد لازم برای فارم رید: پیلجر اوتپوست یک عدد که من پشت صحنه گشتم یه دونه پیدا کردم در مختصات منفی 3428 منفی 1959. درو گفتم، رفتم تو از این سایت ها که سیده مپو بهش میدی، استراکچر های مهم رو برات نشون میده و از اونجا دیدم. هنوز نرفتم خودم اونجا. نزدیکش هم یک ویلیج هست که مختصات اون رو هم نوشتم. این فارم به شدت ساده است، به طرز عجیب غریبی ساده است، به طرز unbelievable و باور نکردنی ساده است. اینجا هاج سینا 4 عدد چست درست میکنه، 2 تاش هاپر میکنیم، پس هاپر 2 عدد، چست به تعداد لازم. بازو با شعله کم روشن میکنم. یک دونه بل میخوایم، دلیلش رو هم بهتون میگم موقع استفاده از فارم. بذارید همین الان بگم، من نمیدونستم اگه رید بشه و شما رایت کلیک کنی و زنگ رو به صدا در بیاری، میتونی از پشت بلاک ها ببینی پلیجر های زنازاده و ویندیکیتور ها رو و کلن ویچ و همه اعضای رید رو میتونی ببینی، نشونت میده. همین امروز چند دقیقه پیش اینو هاچسینا خودش فهمید. درت میخوایم که اونجا داریم قطعا، تخت میخوایم، یک وسیله میخوایم برای ویلیجر دیگه، چی میخواستیم؟ ساین میخواستیم، دوتا اینجا داریم، 8 تا ساین میخوایم. اگه ساین ها رو کنار هم بچینیم دوستان، تبدیل میشه به ساینا. ها ها ها. دستم رو شیفت بود اون سری، اشتباه زدم، بیاد اینجا به کارمون اومد. سطل لاوا که داریم، آب هم داریم، همین چند تا دونم اسلب میخوایم فقط، یعنی مواد مورد نیازمون فقط همین هاست، شاید باورتون نشه. واو. البته اضافه بر اینها باید ویلیجر بیاریم. من برای انتقال ویلیجر میخوام از ریل و ماین کارت استفاده کنم، پس بذارید ریل و ماین کارت هم بردارم. و البته تعدادی هم اینچنتد گلدن اپل یا هر چی که گلدن اپل کلان داشته باشیم میبرم، چون ممکنه که نیاز بشه. به هر حال منظورم متوجه هستید. گلدن اپل داریم 6 تا، یه اینچنتدش هم داریم، ماین کارت، سید مپ رو هم براتون میذارم توی توضیحات ویدیو به همراه موقعیت مکانی و مختصاتی ویلیجر ات پست ویلیج و جایی که فارم رو قراره بسازم، که اگه خواستید دنبال کنین از روش. حالا ممکنه بپرسید چرا میخوای فارم رید درست کنی؟ اینجا رو نیاگان کف میکنی؟ چون زورم زیاده دوستان، چون دلم میخواد ثروت اندوزی کنم. 64 تا بلاک امرالد بازم این تو داریم. چقدر تو آخه خوبی، چقدر تو میتونی ددی یوتیوب فارسی باشی، با حفظ سمت بهترین و سخنورترین یوتیوبر فارسی زبان مسلط به زبان انگلیسی. چرا آخه من انقدر خوبم؟ نمیدونم. ثروت اندوزی کنم، باغهای معلق بابل میخوام درست کنم. یک نفر میتونه وقتی یک نفر تواناییش رو داره، چرا از تواناییش استفاده نکنه؟ خب یک تجربه جدیده در قالب یک چالش بر وزن، بارها گفتم بیا اینو بگیر و کوه امرالدی هاج سینا رو داریم. قبل اینکه راه بیفتیم یه سری هم به این پایین بزنیم.
احساس میکنم آیرن گولمایی که اون ور اسپان شدن باعث میشن که اینجا فارمون کندتر کار کنه. ویلجرای اون ور رو باید یک مقدار منتقلشون کنم به اون ورتر. 18 تا دونه فقط. یه مقدار زیادی دوباره چوب جمع میکنم. اینجا شاید هم مجبور شم ریل درست کنم، هم نردبون باید درست کنم و اونجور داستانا، برای اینکه از فارمون بریم بالا بیایم پایین، چون فارمون در دل زمینه. دیگه چیزی نمیخوایم، بریم. Let's go. بعد برم مختصات چند اد پستمون که منفی 3428 منفی 1959 اون اطراف یه ویلج هم هست که خیلی ازش دور نیست. اولی سری به اد پست بزنیم. خیلی هم باید بریم، خیلی باید بریم. رسیدیم بچه ها. جدی میفرمایی؟ شاید باورتون نشه ولی در عرض 2-3 دقیقه رسیدم، چون نصف بیشتر مسیرمون اقلیم برفی بود. با قایق انداختم یه معکوس کشیدم، خیلی سریعتر از چیزی که فکرشو میکردم رسیدیم. ای بابا، البته ای بابا که باید خوشحال باشم از اسپان شدن دوستمون، قربونتون برم جیگر من. حالا باید بریم سمت ویلج که ویلجمون اونوریه. یک جاهایی رو من داشتم روی نقشه میدیدم به همین سمت اگه اشتباه نکنم، که جای مناسبی بود برای بنا نهادن فارممون. باید سطح فارممون هموار باشه اطرافش که سریعتر رید بتونه بیاد و گیر بیفته، گیر نکنه رید اون جایی وسط راه لا صخره و سنگ و جایی که من رو نقشه دیده بودم. منفی 3502 منفی 2173 این سمت. یعنی حاج آقا داره سرعت رو به حد اکثر میرسونه. حتی اینطوری کلمو میزنم به این زیر برای شما، فقط به خاطر شما خوبان. This is Elon Musk. همچین جاهایی باید فارممون رو بنا بنهیم. آره اینجاها میتونه خوب باشه. اینور که آبه، سوراخ سنبه من نمیبینم این اطراف، و چون فارممون بسیار کم هزینه است من ریسکو به جون میخرم که همین جاها درست کنم فارممونو. باگم خورد یکی دیگه درست، دو تا، سه تا، ده تا دیگه درست میکنیم. 100 تا، 1000 تا، 10000 تا، بس. تا حد ممکن دوست دارم نزدیک آب باشه، چون تو آب دیگه اسپان نمیشن، مجبور میشن که براهشن. یک محیطی رو به این شکل تاکسینا میکنه. کرافتینگ تیبل چست یک عدد برای بلاک های اضافیمون. انقدر ساده است که اصلا حفظم نیازی هم نیستش به دفترم نگاه کنم که چه جوجی بود. خب اسلاید اول رو ببینیم. یه دونه 6 در 8 میکنیم. 4 5 6 3 4 5 6 7 یه دونه اینجا از اول کنده بودیم، این 6 در 8 مون. بدین صورت، بدین سان. یه جا رو انتخاب میکنیم، یه سمتو از طولمون که 8 بود. یه دونه بلاک میایم جلوتر وسطش قرینه. یکی این ور، یکی این ور، یکی اینجا، یکی اینجا. همینو 4 تا میریم پایین. ویلجرمون رو قراره گیر بندازیم اینجا. این از تخت ویلجرمون که باید برم پایین بذارم، چاره ای نیست. اینم دست خره کارش. یه تورچ هم میذاریم براش که دق نکنه، حداقل نور باشه. از جای این کارو میکنه که به مخیلات بشر نگنجه. و اینجا رو با بلاک میپوشونیم، بلاک آن بلاکش میکنیم. البته باید یه دونه رو خالی بذارم که قاعدتا بندازمش این تو. و اینجا که ویلجرمون رو قراره گیر بندازیم، میام اینور همینطور که میبینید بلاک میذاریم از طرف این یه دونه خالی. بدین صورت، بدین سان. اینجا 4 تا اسلبمون رو میخوایم، وسطش که میشه این دوتا اسلبمون رو اینطوری میذاریم. و حالا میریم سراغ ساین هامون، 8 عدد همینطور که میبینید. یه جوری باید بذاریم که لاوا اینجا گیر کنه. بدین صورت، دستمون رو میذاریم رو شیفت، بدین سان. دوتا بلاک موقتی هاچ سینا میذاره اینجا. خیلی ساده است، باورم نمیشه که این قراره کار کنه. دستمون رو میذاریم رو شیفت بالای اینجا. لاوامون رو که یک عدد بود میذاریم این بغل. دست خرگنده ها میومدن اینجا، اسمشون باورتون نمیشه، یادم نمیاد. هیچ کس هم مربوط نیست. همونه که زین داشتن خیلی نکره بودن. انقدر من تو دنیا واقعی ذهنم درگیره و فاصله گرفتم یه مدتی از مینکرافت، اسمارم حتی یادم رفته. دست خره میاد اینجا میسوزه خلاصه. و اینجا دو تا بلاک زیر همین لاوا رو میکنی. اینجا رو باید یه دونش رو کندم، 26 تا دیگه، یعنی مجموعا از الله اکبر کسی ندید.
پلیز. از سطح زمین 27 تا بریم پایین، یعنی این 1 2 24 25 26 27 28. بچه یه دونه اضافه کندم، رفتم تو فکر، کندیم اومدیم پایین. الان ویلیجرمون اونجاست، اگه حافظه سه بعدیتون بتونه ترسیم کنی که قطعا میتونه، اینوری میکنیم سمت مخالفش، قراره که رفقامون بیفتنیم پایین و داستان آجسینا به راه کنه. به همین سادگی فارممون درست شده. فقط یه دونه افکت بد اومن میخوایم که پیلجر ات پستون بغله و یک دونه ویلیجر. این از این زنگوله رو هم بدین شکل میذاریم که بتونیم از این بغل بزنیم. اینجا چست میذاریم دو عدد، هاپر به تعداد لازم، بدین صورت، بدین سان. روی اینا حالا نکته کنکوری داره. درت میذاریم، خیلیتون که واردید میدونین، یک کلیک راست میکنیم با بیل رو اینا میافتن پایین. آکسینا از اینجا خیلی سوسکی دکمه خدافزیشون رو میزنه، یک مسیر رو هاچسینا اینجوری بکنه، کرافتین تیبل اون بالا یکی دیگه درست میکنیم. وفور نعمته. نورده بون دقیقا 27 تا داریم، امیدوارم که کافی باشه. من کجا هم؟ کجا دارم میبینم؟ اینم از این، حتی به فکر ترپ دورش هم بودم دیگه، چی میخواید؟ اینم از ترپ دور. یه تعدادی هم ترش بذارم این اطراف که اسپان بی خودی نشه، ماب هایی که نباید. صدای قار و اینجور چیزا هم خوشبختانه به گوشم نخورد. فقط باید یه ویلیجر بیارم و دو تا سطل آب بذارم که مابا رو اینطوری هدایت کنه به سمت اینجا. It's your time, folks. حالا ویلیجمون اون ور باید باشه. مختصاتش اینجا نوشتم، اگه میخواد شما هم با من بیلد کنید روی همین سید. منفی 3750 منفی 2383، خیلی دور نیستیم. نمیدونم، شاید این بهترین مسیر ممکن نبود ولی همینو کندم. یه تیکشو که آجسینا به راه کرد. خوشبختانه اینجا آهن که از فارممون داریم، چوبم که جمع کردم، توانمندی، دارندگی و برازندگی، قدرت. این آهنایی که اینجا میبینید همه حاصل فارمهای پسیو آجسینا که نیازی نیست خودش بالا سر فارم وایسه. I'm really rich. Passive income. احساس میکنم بهتره که اینجا رو بکنم. این ویلیج هم ویلیج مهمیه، چون اگه احیاناً پروژمون فیل بشه نزدیکترین ویلیج به این ادپست اینجاست و باید ویلیجراشو مراقبت کنم، تکثیرشون کنم که داشته باشیمشون ذخیره. جا هایتسینا باید یه پول بزنه. رسیدیم، باورم نمیشه. اونجا که نمیخوام خیلی بالا و پایین بشه و ورود و خروج ویلیجرامون سخت بشه، همینو یه لایه میچینم. اینم از این، روی کاغذ طاقت فرسا به نظر میومد ولی هاچسینا مثل همیشه کارو به زیبایی هرچه تمام‌تر داره در میاره. باور نکردنی، یه سی به میگن تو دایمونده، نبود. روزگار. آهن تموم کردیم. یک عدد داریم فقط. نمیدونم چرا این پس ذهنم بود که ریل بیشتر چوب میخواد، اصلا حواسم نبود به اینکه بیشتر آهن میخواد. اشکال نداره، ماین کارتو بذاریم اینجا، هاچسینا بره سری آهن جمع کنه. به به. میگن که خداوند بسیار بخشنده مهربان است و روزی رسان است. چند تاشه؟ 6 تا. خیلی میخوایم. یک نشانه دیگه از پروردگار، وفور نعمت به راه. بله امپراتور، بله حتما، شما سر چی میدونید. هاچسینا نور روشنایی و فهم رو میاره و همه رو از ظلمات الان نور میبره. امیر بابا گوز فارت. پشمام. فکر میکنم همین مقدار کافی باشه، یه استک و 47 تا. 2-1 طول کشید ولی برای شما شاید بیشتر از 20 ثانیه نشده باشه. جمع کنیم بریم، کاری نداریم، فقط و فقط و فقط باید هاچسینا ویلیجر گیر بندازه. همین. آها، بشین بریم دیگه داداش، گیر کردی، چاره ای نیست. این اون ویلیجریه که قرار کارو واسه ما در بیاره. چقدر صحنه غم انگیزیه، قراره این تا آخر عمرش تبدیل بشه به یک تومه برای فارم رید هاچسینا. او مای گاد.
بذارید بکنم وسیلشو. فکر میکردم از ویلج دور شیم و ترید نکرده باشیم باهاش وسیلشو فراموش کنه، ولی نه، بذارید کامل منتقلش کنیم اونور، شاید یادش رفت. این وطن دوسته، وطن پرسته، میهنش رو نمیخواد فراموش کنه تحت هیچ شرایطی سلطان. خب ایشونو که آوردیم، ولی میترسم اینو الان برش دارم برگردم اون ویلج. اصلا بعید نیست احمق خودشم به کشتن بده. آخه وسیله ویپن سمیت مگه اون گرایندستون نیست؟ من نمیدونم وسیلهشم دراب کردم اینجا اصلا، ما همین بود دیگه به خدا. 75 years later. هنوز ستون کارشو فراموش نکرده. عدل این اناقا باید تو همه اونا وجدان کاری داشته باشه، اشکال نداره. خب داره بر میگرده ویلج. آقا کجا میری مهندس؟ آقا کجا؟ مگه تو میتونی ما رو بذاری بری؟ مگه تو میتونی سنگر رو خالی کنی؟ این الان اینجاست، ما اصلا کاری نداریم به وسیله کار اینا، اصلا کاری نداریم. این دوتا گوشه رو آب میذاریم، شاید حتما نیاز نباشه که وسیله کار متعلق باشه به این ویلیجر تا فارممون کار کنه. این از این یه دست خر رو اینجا حاج سینا علم میکنه که بدونیم سوراخ ورودی فارممون کجاست. دور که دارم میام اینم باز بذارم و بریم افکت بگیریم. سطل شیرم همراهمه که اگه به هر دلیلی پشیمون شدم داستان به راه باشه. بعد اومن کجایی؟ دقیقاً کجایی؟ از اینا هنوز من نمیدونم اینا چیه کاربردشون تو ماینکرافت، انقدر قدیمی شده هاج سینا. گندتون رو بگید بیاد. به به خوشگل نازنینم. خب بعد اومن به راه، 1:39 الان این افکت رومه. اگه نشه باید ویلیجر رو یه دور ریسیت کنم، یه ویلیجر دیگه از اول بیارم. کلن افزایش ضربان قلب، آیا ریدمون فعال میشه؟ آیا رید؟ برادر خوب هستید شما اون پایین؟ خب میلکو اینجا حاج سینا میزنه بر بدن این گوز مصنوعی، این ان بذارید حداقل آزادش کنم نکشمش، یک فرصت دوباره بهش بدم، هر غلطی میخواد بکنه بره بکنه. آها این جالب شد. Well الان چی دی؟ اینو چی میگید؟ خب فیکس شد، سلطان موندون پایین. هار لا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 ل
اکتیو شو. اکتیو شد. بریم پایین. خبری نیست. حاج سینا خیلی ریلکس. درو میبنده. اصلا اتفاق ویژه و عجیب غریبی به اون صورت قرار نیست بیفته. فقط حاج سینا قرار بیاد اینجا در شیپور در سور اسرافیل دمیده شه، دینگ را فشرده. یا ارتفاعمو فکر کنم خیلی زیاده. نکنی یه دونه اضافی کندم. حتی رو نقشه هم به نمایش، رو نقشه که نه، رو محیط کاربری هم به نمایش در نیومدن. خیلی جالبه. داداش خوبی اونجا؟ اوکی اون پایین همه چی؟ نکته اینجاست که جاشون هم نشون هم نمیده اصلا. یعنی رید باگ خورد. بذارید یه سیو اند کویت بزنیم دوباره بریم تو گیم. رید دیفیت. جان ویلجر هم که زنده است. شاید جا برای اسپان شدن ندارن اصلا بندگان خدا. Once again. تلاش سوم. Please. Raid activate. بنده خدا ویلیجری که اونجاست کاملا کلولس، نمیدونه چه اتفاقی داره میفته اصلا. Notification. تیپاکس سلام. به تخمه. اینم داداشمه. به تخمه اونم هست. کجان اومدن؟ ایول. فکر کنم باگ خورده بود. احتمالاً یه بلاک اضافه کنده بودم. قیافه نحسشون رو دارم میبینم. فارممون داره کار میکنه. باورم نمیشه چقدر زیبایی در عین سادگی این فارم. چقدر نوکرم. خوبی داداش. مخلصم. خوب هستید؟ در پناه حق. چی شد؟ بازم باگ خوردیم؟ ریلارم بردارم. علوفه رو هم برمیدارم. شاید اینجا چون خیلی تپه است، روی این تپه ها دیگه اصلا نمیتونن اسپان شن. ایه طرف بقیه جا هم آب و ریل و تورچ و دستخره.
خاشتین الان در مرحله ترابل شوت فارمه، ایرادات فارمو داره در میاره. برای بار چهارم عرض میکنم، آیا بنده Am I your lawyer؟ ببینیم این دفعه چی میشه. احتمالاً اتفاقی که افتاده اینه که جای اسپانشون بیشتر شده و اینا دیگه قرار کامل اسپانشن. 2 3 4 5 شما زارت دارن دوستان میان آروم آروم آهسته و پیوسته. آره به نظر جا برای اسپان شدن دارن این دفعه به طور کامل. این از این، آره یه دونه بیشتر نمونده که اینم از این. آره مسئله جای اسپان بود و چقدر خوب شد که جای اسپانشون کم بود. الان خودم میتونم دقیق دقیق یه جوری تنظیم کنم که فقط به اندازه کافی جای اسپان داشته باشن و توی در و دیوار هم اسپان نمیشن. اتفاقا یک خبر خیلی خوب میتونه باشه برام. چپ خیابون بکشه، تیزی بکشیم، دعوا کنیم. اینجا رو نگاه کن، انبار کراسبوی هاجسینا و شرکا. ماشاءالله فارم هاجسینا داره کار میکنه. خیلی وقت بود اپیزود انقدر طولانی نداشتیم. دارن میان بچه‌ها، تو راهن. اوه بیاد بغل عمو سوپین. اجا هاجسینا به راهه. دو نفر بیشتر نموندن که این از شما. نفر سوم تو راهه. نفر دوم قاطی کردم، خیلی دارم ضبط میکنم، خیلی وقته واقعا. هار ویو بعدی 10 تا امرالد، یه دونه امنیوس بنر امنی. ولی راستشو بخوام بگم فارم خوبی برای امرالد نمیتونه باشه. من فکر میکردم بیشتر امرالد بده، ولی فارم فوق‌العاده‌ای برای توتم و فارم داینگ و یک فارمی که بالاخره هاچینا باید میساخت، چون شما، بله شما خوبان این فارم رو درخواست کرده بودید و هاچینا رفت ساده ترین فارم ممکن رو برای شما تعبیه کرد و تدارک دید. بیا بقلن بقیه هم دوستان برن. رویجر بود اسمون، یادم رفته بود، قیافش رو دیدم یادم اومد. بیا عزیزم، این الان میخوره کلش به لاوا و جزغاله میشه و من اینجا میتونم بمونم همین زیر. اچ پیش دارم والا کم میشه و اینجا وایستادم. این فارم هم از اون فارم های غیر قانونی دوستان، میگیرنتون، میان بالا سرتون. جون فقط تو مجروم بخور. بدبخت داره میمرد. سه تا ویو و هاجسینا در هاردکور به راحتی هرچه تمامتر پشت سر گذاشت. گوشیمو چک کنم، اخبار روز، قیمت دلار رو میخوام چک کنم. همونطور که دارم رید میزنم USD 64750، یورو 69، فرانک سوئیس 7900، پوند 8800، کرونا نروژ 5930، روبل روسیه 695 تومان، سکه امامی 43400، بهار آزادی 40 تومان فیکس. چه ربطی داره؟ اوه 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 چه شلوغ اون بالا. قربونتون برم، بیاد بغل عمو عشقای من. بالا آورد دوستمون دوتا و تمام. اینم ویو بعدی. ایول، اولین توتم آف آندرینگ حاصل از فارم ریدمون. نه خوش آمد، امرالد هم زیاد داد، 26 تا امرالد داده تا حالا یه دونه رید. حالا اون فارم چیزمون، اون فارم استرینگمون واقعا خیلی دیگه باگه. اگه هم چون فارمی نبود، به به رفقا مثل مور و ملخ دارن میرسن. این فارم میتونست جایگزین خوبی باشه، ولی خب بازم کم زمان نمیبره، باید بری یه سری افکت بندازی رو خودت. بعد میدونم بشه افکت رو به طور اوتوماتیک بندازیم رو خودمون. یه سری قسمت های این فارم منیوال و دستیه واقعا. نبود دوستمون بود. چی شد؟ دوتا ماشالله. آن دوستان اومدن، بدبخت ها که اونجا لاکار موندن گیر کردن. اکسپی مونم که به راه شد. به شدت جالب، این لاوا داره این رویجه ها رو میسونه. دو سه تا هم هستن، اچپی رید دارن اینطوری کم میشه. یه توتم دیدم، امرال به تعداد لازم و به همین شکلی که میبینید. ترسم ریختش از رید. رید رید واقعا. این هم از آخریش. هاجسینا رید رو شکست داد. خنده داره. در نهایت آیتم های به درد بخورمون 54 تا امرالد، 5 تا توتم و 4 تا زین و البته هیرو آف ده ویلج. نو کرم، هاجسینا قهرمان ویلج شد با این حرکات ابداعی که زد. دمتون گرم که تا آخر این اپیزود هم همراه بودید. مدت ها بود که خود گیم پلی ماینکرافت اینقدر به هم حال نداده بود. این اپیزود بعد شاید میتونم بگم 2 سال
ماینکرافت بهم اونطوری که قبلا حال میداد حال داد. یه کار سخت رو حاج سینا انجام داد که بعدا نگن حاج سینا فارمر رید نساخت. ما گفتیم تو کامنت ها ولی چون سخت بود زمان بر بود حاج سینا نساخت. حاج سینا اومد و ساخت. دمتون گرم. منتظر ایده هاتون برای فارم ها یا بیلد های اینطوری هستم توی کامنت سیکشن و بخش کامنت ها. مرسی که روحیه میدید، انگیزه میدید و این اپیزود رو هم تا انتها تماشا کردید و سی یو نکست تایم. ویدیوهای بعدی میبینمتون.